من یه پیشنهاد دارم برای سازنده های افی تهران، کلن بی خیال ساخت فصل دوم افی بشید. کاری که شما انجام باید بدین اینه که فیلم آرمان بیانی رو بسازید و اکران کنید. قول میدم که اتفاق جذابی باشه. نظرت؟ سلام علیکم، خیلی مخلصیم، حالتون چطوره؟ آقا توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ نقد و بررسی قسمت نهم از افعی تهران. توی این ویدیو قراره که ما چیکار کنیم، آخر ویدیو یه تئوری جدید بهتون میگم، اواسط ویدیو در مورد تئوری قبلی و فکت‌های جدیدی که آش پیدا شده حرف میزنیم و اوایل ویدیو دو تا نکته مهم میخوام بهتون بگم. 1. سانسور بزرگ سریال. 2. حرفه‌ای دور زدن ممیزیا. پس لایک با چشم بسته و انگوش زدن رو دکمه حساب فراموشتون نشه. بریم و بیایم ویدیو رو شروع کنیم. بریم سراغ قسمت نهم افعی تهران که یک کوچولو قسمت عجیبی بود. تک کلمه ایش برای من میشه بامزه، اما چند تا دلیلی که میگم عجیب بود. چرا؟ چون نه شبیه قسمت پنجم بود که از ته دل وادارمون کنه بخندیم، نه شبیه قسمت مثلا ششم و هشتم بود که بود معمایی بره جلو، و همینطور نه شبیه قسمت 1, 3 و 7 بود که بود روانشناختیش یه اتفاق عجیبی رو رقم بزنه. در واقع میشه گفت قسمت نهم یه ترکیبی از این سه تا بود بود، برای همین یه کوچولو عجیب و غریب بود. اما همچنان بعد از گذشت 9 هفته نمیشه افعی تهران رو دوست نداشت، چون افعی تهران به مخاطبش احترام گذاشته و به بیراهه نرفته. حالا برسیم به اینجای ویدیو که در مورد یک نقد اجتماعی مهم تو این قسمت میخوام باهاتون حرف بزنم. برخلاف اکثر دفعات قبلی، نقدی که تو این قسمت وجود داره در واقع نقد سطحی نیست. شهریه مهد کودکای تهران. ببین، مسئله اصلا قیمت نیست. چرا؟ شاید بشه گفت قیمت در واقع اون بود لایه رویی و در واقع سطحی کار باشه، اما مسئله مهمتر زمان پرداخت شهریه مهد کودکه. من یادمه که زمان ما شهریه، حالا چه مهد کودک چه مدرسه، سالیانه پرداخت میشد، اما افعی تهران راجب پرداخت ماهیانه شهریه داره حرف میزنه و این درد رو ما بریم به کی بگیم؟ برای اون مامان بود، من وحشی به مدیر مهد کودکی گفتم. اما برسیم به سانسور بزرگ سریال. ببین، افعی تهران تو این 9 قسمت خیلی در مورد سانسور حرف زده. من حس میکنم که خود سریالم تن داده به یه سانسور بزرگ. چرا این حرف رو میزنم؟ آقا دقت کن، پژمان جمشیدی و هومن سیدی هر دو راجع به یک چیز در واقع یک بچه تشابهی دارن، میگن افعی تهران با ما تماس گرفته و ما رو تهدید کرده. ببین، منطق این کار در میاد که افعی تهران زنگ بزنه این دو نفر رو تهدید کنه. چرا؟ چون افعی بر این باوره که من قهرمانم نه صرفا قاتل، پس شما حق ندارین که نقش منو ضعیف نشون بدین. خب ما میخوایم دوتا رو کاملا بپذیریم، پس این تهدیدها منطقی به نظر میرسه. اما از اینجا یه کوچولو پارادوکس شروع میشه. حالا با توجه به تعریفی که از افعی تهران سریال بهمون داده، باید بگیم که افعی تهران سراغ آدمهایی میره که کودک آزار باشن. خب خیلی منطقیه که سریال پژمان جمشیدی و هومن سیدی رو به عنوان کودک آزار معرفی نکنه، اصلا این کارو نمیکنه. اینو صد بزنیمش کنار. ولی چرا افعی تهران باید خانواده این آدم ها رو تهدید بکنه؟ حالا میدونیم من با خودم چی فکر میکنم. من احساس میکنم که افعی تهران بعد از گذشت 9 قسمت در ذهن آرمان بیانی به عنوان در واقع فیلمساز و در ذهن من مخاطب به عنوان یک قاتل صرفا شناخته نمیشه، یک قهرمان شناسایی شده. عنوان مثال، ما تو همین قسمت نهم مقاومت های آرمان برای اینکه پژمان جمشیدی به افعی فوش نده رو میشنویم و در واقع همچنان دلش میخواد که قهرمان جلوه بده این کاراکتر رو. حالا ناظرای محترم میتونن با خودشون بگن که از دستمون داره در میره، یک قاتل داره تبدیل میشه به یک قهرمان، پس چیکار کنیم؟ با اضافه کردن چنین سکانسایی و در واقع تحمیلش به سازنده بگیم که این تفکر برای مخاطبم درست کن که افعی فقط آدم خوبی نیست، کلی بدی هم داره. ببین، اوکی، میره کودک آزارا رو میکشه، خب کاری با در واقع نفس عمل نداریم، اما از این طرف داره تهدیدم میکنه خانواده رو، داره خانواده هنرمندی که داره اون نقش رو بازی میکنه تهدید میکنه، پس آدم خوبی نیست. من احساس میکنم که در واقع این سانسوری بوده که ناظرا تحمیل کردن به سازنده. و مسئله دوم و مسئله مهمتر، دور زدن حرفه‌ای ممیزی است. من احساس میکنم که در واقع این تئوری ذهن مریض منه که شاید سازنده‌های افعی تهران با سانسوری که بهشون تحمیل شده اینجا اومدن ممیزی رو خوشگل رد کردن. ببین، تو قسمت نهم آشکار میشه برای ما که افعی تهران اعدام شده، درسته توسط داوود این دیالوگ گفته میشه، اما
ما برای اینکه مرضیه رو عفیه تهران بدونیم هیچ فکتی نداریم، یعنی صد ردش میکنیم. خب هزار تا فکت هست که بگیم مرضیه عفیه تهران نبوده، ولی یه اتفاق عجیبی میفته. یه ذره این اعدام مرضیه به عنوان عفیه تهران مخالف قانونهای کشور نیست؟ سر بیگناه بالای دار رفت؟ ببین قبول دارم مرضیه در هر صورت اعدام میشد، خب اما به جرم چی؟ به جرم کشتن شوهرش دیگه. حتی بپذیریم نگیره هاشمی هم مرضیه کشته، خب ولی مسئله اینه که شب اعدامش جودی به آرمان زنگ میزنه میگه به خاطر حساسیت این موضوع ما فردا صبح اعدامش میکنیم. حالا شما اینو در نظر بگیر که اگه مرضیه عفیه تهران نباشه پس الان اعدام نمیشد، حالا تو این مدتی که 6 ماه 5 ماه نمیدونم هر مدتی که زمان داشت تا اعدامش شاید رضایت میدادن خانواده ها. قبل از اینکه بریم سراغ داستان دو تا مسئله کوچیک بگم. یک، اگر این قسمت رو دیدی و خیلی باهاش حال نکردی کیف نکردی قصه نخور. آقا خیلی ساده است، قبلا بهتون گفتم عفیه تهران زوج و فرد داره، قسمت های فرد آرامش قبل از طوفان قسمت های زوجه، پس قطعا تو قسمت دهم قراره که یه لول بیایم بالاتر. از اون طرف رفقایی که عاشق موزیکایی ان که تو عفیه تهران پخش میشه بهتون قول میدم که امشب چند ساعت بعد از اینکه این ویدیو پخش شد تو کانال تلگرامی پتروسیان که لینکش تو دیسکریپشن هست همه موزیکا رو براتون آپلود بکنم. بریم سراغ فلشبک اول قسمت نهم که در رابطه با گردنگیری آرمان یه سکانس بهمون نشون میده، اما این سکانس با سکانسی که آرمان بچه‌شو توی خونه میترسونه یه وجه تشابهی داره. چی برامون میسازه؟ آرمان آدم کینه‌ایه، انتقام میگیره و دوست داره آدم‌های دیگر رو اذیت بکنه. حالا مبحث مهمتر اینه که از آدم‌ها یا موجوداتی انتقام میگیره که یا ضعیف‌تر از اون باشن یا کوچیک‌تر از خودش. حالا ترکیب این دو تا سکانسی که بهتون گفتم با دیالوگ که تو قسمت نهم تو اتاق تراپی میشنم از آرمان که میگه پوستم کلفتر شد چی برای ما میسازه؟ آقا ما داریم کم کم تغییر شخصیت آرمان رو میبینیم و همون پوسندازی ماری که بهتون گفتم داره اتفاق میفته و ما رو نزدیک میکنه به تئوری تبدیل شدن آرمان بیانی به افعی تهران. آقا یه آنتراک ریز بدین، دقت کردین که این ترسوندن بچه توسط آرمان و این تبدیل شدنش به روح در واقع همون شبیه سازی بود که پیمان معادی تو برنامه خندوانه تعریف کرد و این اتفاق باحالی بود. اگه خاطرتون باشه تو ویدیو قبلی یه آنتیفک گفتم که آرمان بیانی عفیه تهران نیست. چرا؟ چون چرا باید یه آدم قاتل بره پیش تراپیست که ناخودآگاه امکان داره سه چیزا رو لو بده؟ اما منطق این رفتن پیش تراپیست کی در میاد؟ زمانی که آرمان تبدیل بشه به عفیه تهران و از قبل جلسات رو رفته باشه و این شکلی باشه که حالا یه جایی خودش رو لو بده. یه سری از دوستان مخالفت کردن، مخالفتشون هم در واقع تا یه جایی درسته، میگفتن که آرمان همونطور که خودش گفته آقا دوست داره که جلسات تراپی رو کارگردانی بکنه، میدونه چی بگه چی نگه، دروغه رو میگه، راسته رو نگه هم داره پیش خودش. اما تو قسمت نهم یه اتفاقی افتاد که یه مهر تایید کوبون به اون تئوری که من گفته بودم. مهر تاییده چجوری بود؟ آرمان توی این سکانس رفت سراغ مصرف ماریجوانا. طبق دیالوگی هم که تو قسمت هفتم شنیده بودیم وقتی مژگان بهش سیگار تعارف کرد گفت چی؟ گفت من سراغ همچین چیزی نمیرم، چون اگر برم آدم بی جنبه ایم و تا تهشو در میارم. الان از مصرف ماریجوانا در واقع لذت برد دیگه، کیف کرد، اصلا هم اتفاق بدی براش نیفتاد، چیزایی هم که دوست داشت رو گفت. من برداشتم این شکلیه، پس الان در ادامه تبدیل شدنش به عفیه تهران و مصرف ماریجوانا احتمالا توی یکی از جلساتی که پیش مژگان مشتاق یا مشفق نمیدونم هر کدوم میره گناه فرشته اینجا ذره قاطی شد دیگه، احتمالا خودش رو لو بده. یعنی خواستم این چیزا رو براتون بگم که احتمالا این تئوری هم اتفاق بیفته. رفقای گل من دو هفته پیش یه قولی بهتون دادم که تو ویدیو هفته قبلی بهش عمل نکردم، واقعا معذرت میخوام. اینجا جاشه که حرف بزنیم راجبش. بابک بیانی، آقا چرا من راجب این کاراکتر در واقع ترس دارم و احساس میکنم براش یک اتفاقی میفته؟ دلیل داره. قسمت هشتم رو دقت کن. چرا ما زمانی که تربیت شدن ناظم توسط آرمان توی ماشین رو میبینیم ما تو مبهوت میشیم، مو به تنمون سیخ میشه و کیف میکنیم از اون لحظه؟ کلی هم وایرال شد دیگه اون سکانس. چرا این اتفاق میفته؟ چون درام اینجا شکل میگیره. موقعیت دراماتیک اینجوریه که اول ما ناظم رو تو محل فیلم برداری میبینیم، آرمان باهاش رفیق میشه، خوب رفتار میکنه و حالا تو سکانس ماشین اصلا میزنه کاملا تخریبش میکنه. این شکلیه که بیشتر تحت تاثیر قرار میده من مخاطبا. حالا بابکیو داریم به عنوان یک بچه بازیگوش ازش یاد میبردم، اما
ما کم کم هم من مخاطب هم آرمان داریم عاشقش میشیم، اصلا دوستش داریم و گاهی حتی یه سری سکانس داریم، همین قسمت نهم مثالش، که یه دفعه میبینیم نیستش و نگرانش میشیم گم نشده باشه، اتفاقی براش نیفتاده باشه. پس الان موقعیت درام مهیا شده، الان که عزیز دل من مخاطب و کاراکتر پدرش شده، اگه براش اتفاقی بیفته تأثیرش در من مخاطب و کاراکتر آرمان 10,000 پله بیشتره. و بهتون گفته بودم که اگر اتفاقی براش بیفته، یکی از اون اتفاقایی که انبار باروت آرمان رو منفجر میکنه و دیگه 100 تصمیم میگیره که مسیر عفیه تهران رو دنبال بکنه، ادامه بده. اما حالا در مورد کودک آزار بابک چند تا گزینه بهتون گفته بودم، یکی که از همش مهمتر بود بابک نامزد الهه بود. چرا من راجع به این ناپدری شک کردم؟ ببین دقت بکن، بابک کوچولو موقع خواب همیشه دست باباش رو به عنوان حفاظ میخواد. ببین بچه وقتی خسته است میگیره میخوابه دیگه، حالا اینکه حتما دست باباش اونجا باشه یه کوچولو عجیبه دیگه، یعنی من اینجوری بهش فکر میکنم. چرا این اتفاق میفته؟ انگار بابک زمانی که خواب بوده رو تختش برش یک اتفاق بدی افتاده. وقتی در واقع روی تخت احساس امنیت نداره، ما میتونیم ذهنمون رو ببریم سمت اون یکی بابک. چرا؟ چون تنها کسی که بابک کوچولو موقعی که رو تخت خوابیده دسترسی داره اون یکی بابک دیگه. یه ذره ماجرا رو دارکتر از این بکنم، خیلی دلم نمیخواد این اتفاق بیفته واقعا. آقا ما تا اینجای کار میگیم بابک یا گم بشه یا کودک آزاری روش در واقع شکل بگیره یا از اینجور مسائل. راجع به مرگ بابک فکر کردین؟ خیلی دارکه، اصلا دوست ندارم اتفاق بیفته. ولی یه دیالوگ داره دیگه، این کرم ذهن من میگیره دیگه، الان باید بهتون بگم. یه دیالوگ داره قسمت بکنم 3 که به باباش میگه بابا تو زودتر از من میمیری؟ اصلا من چی بگم؟ یعنی اون ذهن مریض نویسندگی میگه که تو اینو بذار اینجا و بعداً برداشتش کن که بابک زودتر از آرمان بمیره. بیایم مثلا کلا بی خیال بشیم، خوشبین باشیم، هیچ اتفاقی براش نیفته. واقعاً راضیم که تمام این تئوری چند دقیقه‌ایم شکست بخوره، به این دلیل که واقعاً کاراکتر رو دوست دارم. رسیدیم به اینجای ویدیو که قراره تئوری جدید بهتون بگم. یه کوچولو بریم سراغ اینستاگرام پیمان معادی و کپشن یکی از پست‌هاشو با هم دیگه بخونیم. ژانر سریال عفیه تهران چی نوشته؟ درام، کمدی، معمایی، روانشناختی. حالا گوش بده. من میگم شاید با توجه به همین کپشن و ژانری که تو سریال وجود داره، نه آرمان بیانی عفیه تهران باشد، نه آرمان بیانی تبدیل بشود به عفیه تهران، بلکه صرفاً این کاراکتر عفیه تهران رو دوست داره. خب به چند تا دلیل، گردنگیره، اذیت میکنه آدما رو و مهمتر از اونها جلب توجه میخواد از مخاطب. ما هنوز فراموش نکردیم، چند ساعت بیشتر نگذشته از سکانس آخر قسمت نهم، وقتی جلوی دوربین زنده میاد میترسونه همه رو و لذت میبره از این اتفاق، یا قسمت هشتم جلوی آینه گرین پژمان جمشید رو میترسونه که آره شاید عفیه تهران اصلا بیرون باشه بعدا به تو هم زنگ بزنه، و شاید حتی زنگی که به پژمان زده میشه توسط آرمان باشه، چون صداش رو شنید که توی ماشین در واقع یه کمی بهش توهین کرد و اونو آدم در واقع نابلدی دونست. حالا میتونیم اینجوری بگیم که چند دقیقه بعدی رفته با پژمان جمشید تماس گرفته و اونو ترسونده، یعنی از آزار دادن آدما لذت میبره و فقط صرفا دوست داره نقش قهرمانانه که عفیه تهران داره رو بازی بکنه، نمیتواند آدم بکشه حتی اگر کودک آزار باشه. این شکلی هم میشود بهش فکر کرد. و اگر این تئوری درستی بشود در ادامه، ما باید مثل پوستشیر و منصور پوستشیر منتظر ورود یک کاراکتر جدید باشیم که قطعا اسمش رو به ما نگفتن و ما نشنیدیم و نمیدونم که چند درصد اینو درست میدونین، حتما تو کامنت پین بهم بگید. دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا کار دیدین، با لایک و کامنت و ساب از انگشت پتروس حمایت کنید. لینک حمایت مالی هم که تو دیسکریپشن هست یه کمکی بکنید که 4 تا زنگوله آبی بذاریم اینجا، قرمزای یک کوچولو بیشتر از این بسوزن. دمتون گرم، تکرار بکنیم، حتی اگه سرمون بره خورده به تنمون پیروزی گره.